অ <laughs> Moগt <laughs> خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد همراهان برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب صنف نهم سلام وقتتان بخیر انشالله که حال همه شما عزیزان خوب باشه و در سای تان خوب خوب خوانده باشید و یاد گرفته باشید شاگردای خوب و عزیز ما امروز ما در درس جدید خود ما در رابطه با اعضای حسی با یکدیگر آشنا میشیم در جلسات گذشته ما بخش های مختلف سیستم عصبی را خواندیم یاد گرفتیم که از چه بخش هایی درست شده و چگونه پیام ها توسط اعصاب و بخش های مختلف از محیط جمع آوری میشه و به مراکز عصبی انتقال داده میشه و در مراکز عصبی این پیام ها درک تشخیص داده میشه و پاسخ مناسب مجددا به اندام ها برمیگرده امروز میخوایم در رابطه با اعضای حسی با یکدیگر مطالبی را یاد بگیریم خب شاگردای خوب من شما شاید به خاطر داشته باشید که گاهی پیش آمده باشه که در خانه بر روی فرش که دارید را میرید یک شیء نکتیزی زیر پای شما شود و شما بسیار سریع و ناخداگاه پایتان میکشین عقب و نگاه میکنید که این شیء ای نکتیز چی بوده حالا امروز ما و شما میخوایم بخوانیم مگر ما و شما در جلد یا پوست خودمان چه حجراتی را داریم که اینقدر سریع پیام ها رو میگیره و به کجا قسمت و به کدام بخش مغز میبره و پاسخ او را میاره و ما پای خودمون به عقب میکشیم اعضای حسی را ما و شما امروز میخوایم بشناسیم اعضای حسی به چه اعضایی گفته میشه بدن ما و شما از چندین سیستم تشکیل شده که این سیستم ها دارای اعضا یا عضو هست اعضای حسی مربوط به سیستم های مختلف بدن یعنی اینکه این, این اعضای حسی ما در سیستم حازمه داریم در سیستم عصبی داریم در سیستم گردش مواد داریم یعنی چی؟ یعنی که اعضای حسی در سرتاسر سر بدن ما و شما و در سرتاسر سر سیستم ها پخش شده این اعضای حسی باید قدرت تشخیص پیام های محرک های بیرونی را داشته باشد. اعضای حسی مجهز به گیرنده است که محرک ها را شناسایی می این گیرنده را در زمانی که نیورون ها را برای شما معرفی کردیم در نیورون حسی شکلش گفتیم. گفتیم ما در نیورون حسی یک بخشی داشتیم به نام بن یا گیرنده. اگر به خاطر نیست مجددا یک اشاره بسیار بسیار کوتاه که فقط شکلش شما یادتان بیاید در پای تخته براتون <applause> خب نیورانه های حسی یک بخش اضافه تر در بالای دندریت های خود داشت که گفتیم اونها بون نامیده میشد حالا ما با آکسون, آکسون ها ها جسم حجروی هسته کاری نداریم این قسمت به نام بن بود این بون همو گیرنده یا آخزه هست کار این بون ها دریافت محرک ها و پیام های بیرون است پیام ها و محرک ها را باید بگیره و او را انتقال بده در بخش های مراکز عصبی بدن ای گیرنده ها اعضای حسی ما و شما این گیرنده ها را داره خصوصا این موشک هایی که از این بن ها یا گیرنده ها یا آخذ ها این بخش ها به سمت بیرون هست حالا در بخش های مختلف اعضای حسی آشنا میشیم که این بن و این زایده های مانن یا مویمانن چه اهمیتی را دارند اما اعضای حسی در کجاهای بدن هست اعضای حسی در جلد یا پوست در چشم، گوش، بینی و زبان ما و شما هست یعنی همو حواس پنجگانه ما و شما کار اعضای حسی دریافت پیام و انتقال پیام به مراکز عصبی پس هم قدرت دریافت و هم قدرت انتقال پیام باید به مراکز عصبی داشته باشد حالا در این قسمت در یک جدولی ما برای شما انواع ای آخزه ها یا گیرنده ها را دارم نوع محرک ها را که اینا به چه محرک های پاسخ میده و اعضای حسیش در کجا هست که در قالب ازی این جدول همه این مطالب یک جا شما یاد میگیرید خب گیرنده حرارت ما و شما داریم یعنی نوع گیرنده آخزه یا بن در نیران های حسی ما داریم به نام آخزه های حرارت خب اینا نسبت به چه پیام تحریک میشن؟ اینا نسبت به تغییرات محیطی بیرون و داخل بدن اینها تحریک میشن و پیام عصبی را به وجود میاره زمانی که ما دست خودمان را به یک شیء داغ میزنیم این گیرنده های یا های حرارتی در پوست ما و شما هست بسیار سری پیام انتقال میده به مراکز عصبی پس نوع گیرنده گیرنده حرارت یا دما هست محرکش میتونه تغییرات محیط بیرون و داخلم باشه تب کردن بالا رفتن دمای بدن و غیره عضوی که این پیام داره پوست است ما در قسمت بیرون بدن پوست داریم و از قسمت های داخل بدن ما قشا یا لایه های مخاطی را داریم که سال های بعد ان آشنا میشیم گیرنده درد داریم چی چیزای گیرنده های درد ما و شما رو بیدار میکنه یعنی محر... اونها را تحریک میکنه تمام چیزهایی که به اعضا یا انساج بدن ما و شما آسیب برسانه تا زمانی که آسیب نرسانده ما دردی را حس نمی کنیم اما زمانی که آسیب و صدمه به انساج برسه ما ای درد را حس می کنیم کجاهای بدن داریم همه جایی بدن آیا جایی هست که ما درد حس نکنیم با سوزن به اونجا بزنیم و دردش را حس نکنیم نه این گیرنده درد یا آخذه درد در بیشتر انساج بدن ما و شما و اعضای بدن ما و شما وجود داره خب دیگری گیرنده مکانیکی هست. گیرنده های مکانیکی گیرنده هایی هستند یا آخزه هستند که حرکت احساس می کنیم. فشار و احتزاز یا لرزش هم باعث تحریک ای گیرنده ها و آخزه ها خب این آخزه ها آخزه حرکت و فشار و احتزاز یا لرزش در کجاها ها هست؟ در پوست و در گوش ما هست ما فشار لرزش با پوست خودمان احساس میکنیم و با گوش انشالله در گوش باز که رسیدی میره کامل یاد میگیریم خب آخذه های نوری خب مربوط به چشم ما و شما هست فقط محرک خارجیش نور هست ما در تاریکی مطلق چیز را نمیبینیم اما آهسته آهسته که نوری ده و محیط تاریک تابانده میشه کم کم ما اشیا را ابتدا سیاه و سفید و بعد از او رنگ ها را هم تشخیص میدیم پس عضو ما چشم هست آخذه های کیمیاوی این مواد کیمیاوی میتونه اینا را تحریک بکنه هم در دا زبان داریم و هم در بینی ما بو را به کمک همی ترکیبات کیمیاویی که در فضا وجود دارد شما میبینین زمانی که ما و شما سرما میخوریم مزه غذاها رو هم خوب درک نمیتونیم به خاطر از اینکه این دو گیرنده از نوع کیمیاوی و بسیار نزدیک یکدیگر هستند خب بر روی زبان ما هست باز آشنا میشیم با بخشهایش و به داخل بینی حس لامسه یا همو گیرنده های مکانیکی را نگاه میکنیم ما دارای گیرنده درد حرارت و مکانیکی در جلد یا پوستمان هستیم. خود از این شکلی که در تصویر اینجا در اسلاید ای برای شما آوردم اگر دقت کنیم آخزه های فشار از همه عمقی تره. یعنی ما فشار دیرتر احساس می اما آخزه های درد از همه سطحی تره. می بینید. سطحی ترین آخزه نکات کنکوری سختی ترین آخزه سطحی ببخشید سطحی ترین آخزه در زیر پوست ما و شما آخزه های درده و عمقیترین ترین آخزه فشار هست حرارت و سرما و گرما و لمس اینها متوسط است یعنی در پایین تر از آخزه درد و بالاتر از آخزه فشار هست خب ما با یک پدیده جدیدی در علم بیولوژی و طب روبرو هستیم به نام پیوند جلد گاهی وقتا شما افراد مختلف رو میبینین که از ناحیه صورت در سختگی ها در کدام زخم های شدید دچار آسیب های زیادی در جلد اینها صورت گرفته که اینها اقدام به جراحی به نام جراحی پلاستیک میکنن خب این جراحان ما چه کار انجام میدن میاین از جلد خود همین افراد مثلا از جلدش یا جلد یا پوست ران اینا بر می داره و او را به قسمت های مختلف صورت اونها پیوند می زنه. که ای از خود یک فرد به خود یک فرد قابل پیوند زدن هست حس دیگه ای که ما با او سر کار داریم حس باسره چشم یا بینایی هست یکی از مهمترین حواسی هست که انسان به او ضرورت بسیار زیادی را داره خب کره چشم ما و شما یک کره گرد تقریبا یک کره گردی هست که به داخل استخوان جمجمه قرار داره کره چشم ما از سه لایه یا سه پرده سلبیه مشیمیه و شبکیه تشکیل شده یعنی شما تصور کنین سه تا توپ را به داخل یکدیگر او پاره کرده باشیم و به داخل یکدیگر قرار داده باشیم این داخلی ترین لایه لایه شبکیه و میانیش لایه مشیمیه و بیرونی ترین لایه چشم لایه سلبیه نام دارد که ما از بیرون با دیدن چشم این سه لایه بخش های داخلش در دا کره چشم نمیبینیم بخش را که در چشم میبینیم حالا در پای تخته این ادامه همین سه بخشی را که در جلو ما و شما چی میبینیم ما برای شما نشان می در ساختار چشم ما و شما یک بخش رنگی داریم که در افراد مختلف رنگهای متفاوتی را داره و بعد یک قسمت سفید رنگ دوره از این میبینیم مجه داریم و در قسمت مرکز یک سوراخی را داریم به نام سوراخ مردمک این قسمت رنگی که در افراد مختلف یا قهوه‌ای یا رنگای روشن یا سبز یا آبی هست اینبی نام داره و این بخش سفید رنگ که در همه افراد به یک رنگ هست و سفید است قرنیه نام داره خب ما گفتیم کره چشم سه لایه داره یا سه پرده داره سلبیه مشیمی و شبکیه سلبیه در جلو برجسته میشه و قرنیه رو میسازه مشیمی در جلو برجسته میشه و رنگی کلمه رنگی رو بنویسید تا فراموش نکنید و شبکیه داخلی ترین لایه هست که گیرنده یا آخذه نور داره خب شما اگر روبروی آینه بیستید و به چشم خودتان نگاه کنید این سه قسمت میبینید خب مجددا این باز بعدا میتونید امتحان کنید در مقابل آینه در نزدیکی آینه بیستید چشمانتان رو برای چند ثانیه ببندید و بعد باز کنید میبینید کمی سوراخ مردمه که چشم شما کلان و خرد میشه این سوراخ مردمک یک سوراخی در قسمت وسط انبیه هست که این سوراخ مردمک در پشت سوراخ مردمک ما عدسی را داریم عدسی چشم که یک عدسی مهدب هست یعنی گوش پشت یا برآمده هست خب هر کدام از این بخش ها ویژگی های خاص خودش ها داره که انشالله در اسلایدها ها برای شما تشریح میکنیم کنیم خب در تصویر میبینیم که بخش های چشمه قرنیه همی بخش سفیده که در جلو ادامه همون لایه سلبیه هست و بعد انبیه رنگی را رن میبینیم که این انبیه رنگی ادامه لایه مشیمیه است یعنی همین لایه رنگی بیرونی که بین قسمت سفید و داخلی قرار داره که در جلو این لایه برجسته میشه و انبیه رنگی را رن میسازه خب میبینید در وسط انبیه سراخ مردمه که ما داریم و در دا پشت انبیه عدسی را داریم که یک عدسی محدبم هم هست خب پرده شبکیه دارای گیرنده های مخروطی و استوانه‌ای یعنی آخزاهای های نوری ما دو نوع هسته مخروطی و استوانه‌ای. این گیرنده ها را در این پایین شکلشه برای شما نشان میدیم این پایینی مخروطی هست و بالایی استوانه ای هست خب اینا آخزه یا گیرنده های نوری هستند. فرق ای دوتا چیه؟ اولا در رابطه با ای دوتا موقعیتش باید بدانید که اینا بر روی پرده شبکیه قرار داره در پشت کره چشم هم هست یعنی گیرنده ها عصبش از پشت کره چشم خارج میشه خب ای گیرنده ها مخروط های هجرات مخروطی و حجرات استوانه با نورهای متفاوتی پیام می گیرن. نور که کم باشه همین حجره استوانه فعال میشه که ما تصاویر در نور کم سیاه و سفید می بینیم. اما در روز یا در روشنایی یا در نور زیاد که ما رنگها را می‌بینیم حجرات یا گیرنده ها یا های مخروطی فعال میشه. بسیاری از افراد هستند که در شب رنگ را به خوبی نمی بینن. حالا اختلالات زیادی وجود داره انشالله شما در صنفهای بالاتر اینا رو یاد میگیرید مثلا در شبکوری که میرسه این به این معنی نیست که این افراد کلا در شب میشن نه اینا در شب رنگها ها را نمیبینن و تمام اشیا و تصاویر و افراد را به صورت یک چیز سیاه و سفید مات میبینه به همین خاطر هست که ما اونا رو میگیم مبتلا به شبکوری شدن خب پس این حجرات یا ای گیرنده یا آخزه ما و شما بستگی به ای داره که نور کم به اینا برسه یا نور زیاد خب <تصفح> عصب بینایی از پشت کره چشم خارج میشه به همین خاطر هست که ما در سیستم عصب مرکزی گفتیم از زدن ضربه به پشت سر اطفال به شدت ما باید پرهیز کنیم که خدای ناخواسته به عصب بینایی اینا آسیب نرسه مایه هم در دا داخل کره چشم وجود داره شاید شنیده باشید که از بزرگترا که اگر کسی دو خدایی نخواست دوچار حادثه شده میگه آب چشمش خارج شده بود او یک مایهی به درون چشم وجود داره به نام مایه زجاجیه که ای از پشت عدسی را مرتوب نگه میداره و یک مایه دیگه به نام زجاجیه در زلالیه در جلوی عدسیه و زجاجیه در دا داخل کره چشمه که عدسی ما و شما را به حالت مرتوب نگهداری میکنه خب ما با اختلالات زیادی از چشم روبرو هستیم که به سن و اینا اشاره میکنن یک پیرچشمی هست که با بالا رفتن سن معمولا از چل سال به بالا عدسی ما و شما قدرت تطابقش کم میشه یعنی دیگه تصاویر خوب و واضح نمی بینن مخصوصا این افراد در مبتلا به پیرچشمی هسته که انشالله با مراجعه به دکتر سایبا دارو در این زمینه داره و مصرف میکنه دیگری اختلالات دوربینی و نزدیک هست که بسیار شایع هست در قسمت دوربینی کره چشم کوچک میشه که در سمت راست تصویر ما برای شما نشان میدم زمانی که کره چشم کوچک شوه ما در این قسمت تصاویر یا اشیا را میبینیم که تصاویرشان در پشت کره چشم میفته زمانی که کره چشم کوچک شوه ما تصاویر را به خوبی نمیبینیم در دوربینی اینها تصاویر دور را میبینن دوربین میشن تصاویر نزدیک را نمیبینن چون کره چشم که کوچیک بشه تصاویر اشیای نزدیک در پشت شبکیه میافته نه بر روی گیرنده های شبکیه اما تصاویر دور براحتی بر روی شبکیه قرار میگیره و ما اونها رو میبینیم اما افرادی که دچار نزدیک بینی هسته کره چشم اینها بزرگ شده یعنی کره چشمشون کلان شده خب تصویر اشیای نزدیک براحتی بر روی گیرنده ها قرار میگیره ما میبینیم اما اشیای دور تصویرشان نمیرسه به پرده شبکیه از آخر چون کره چشم کشیده و بزرگ شده به همین خاطر است افرادی که نزدیک بین هستند اشیا یا تصاویر نزدیک به خوبی میبینن تصاویر دور نمیبینن چون کره چشم بزرگ شده و افرادی که دوربین هستن چون کره چشم اینا کوچک شدن تصاویر دور را میبینن ولی تصاویر نزدیک چون رد میشه به پشت شبکیه میفته اینها دیده نمیشه یک نکته بسیار مهم میره باید اینجا برای شما بگیم والدین محترم توجه کنید حتما حتما اطفالتان تا قبل از سن پنج سالگی یک بار به چشم پزشکی حتما ببرید که خدای نخواسته اینا, اینا دچار اختلالات و تنبلی چشم نباشه که اگر به موقع تشخیص داده بشه اینها دچار مشکل نمیشه اگر خدای نخواسته اینها مراجعه نشه و تشخیص داده نشوه این مشکلات و اختلالات چشمشان اصلاح نمیشه و در آینده با مشکلات زیادی روبرو هسته پس به طور عموم و به طور روتین تمام کودکانی که به مهد کودک ها و کودکستان ها میرن حتما یک دفعه قبل از اینکه به مکتب برن باید چشمشان مورد معاینه قرار بگیره خب حس دیگر ما حس شنوایی هست گوش ما و شما شامل سه بخش است گوش خارجی گوش داخلی و گوش میانی ما و شما فقط گوش خارجی رو میبینیم همین پره،, پره یا لاله گوش ما میبینیم یا پکه گوش این مربوط به گوش خارجیه پکه گوش و مجرای شنوایی تا پرده سماخ این قسمت ها مربوط به گوش خارجی است از پرده سماخ یعنی امو پرده گوش ما و شما تا پرده بیزی یعنی تا قسمت بعد از سه تا استخوان مربوط به گوش میانی است در گوش میانی ما سه تا استخوان داریم چکشی سندانی رکابی چون اینا را در سنف دوازده به طور مفصل میخوانید ما بسیار جزی و سریع از اینا عبور میکنیم پس صداها توسط پکه گوش جمع آوری میشه به داخل مجرای شنوایی هدایت میشه مجرای شنوایی دارای یک سری مویک ها و یک ترشوهاتی هست که مانع ورود حشرات شود تا پرده سماخ تا اینجا گوش خارجیه پرده سماخ میلرزه با عبور صدا وقتی پرده سماخ لرزید استخوان چکشی سندانی و رکابی که گوش, م... گوش میانی هست به لرزه در میآید و پیام لرزشی یا پیام مکانیکی را انتقال میده به گوش داخلی در گوش داخلی ما سه تا دایره عمود بر هم داریم و یک بخش حلزونی شکل داریم خب کار ای دوتا چی هست با یکدیگر متفاوته بخش حلزونی مربوط به شنوایی یعنی همو گیرنده هایی که در ابتدای امروز ما گفتم بن هست و مویک داره موجه داره این موجه هایشی در بخش حلزونی به صورت وارونه یا برعکس به داخل مایه حلزون قرار داره وقتی که صدا از لاله گوش یا پکه گوش میره به مجرای شنوایی پرده سماخ میلرزه استخوان چکشی سندانی رکابی میلرزه بخش حلزونی اون مایه داخلش حرکت میکنه و با حرکتش او آخزه ها گیرنده ها یا بنای ما تکان میخوره و پیام عصبی بخش شنوایی میره اما اون مجاری نیم دایره سه تا مجرای مانند سه تا دایره عمود بر همه که در دا داخل اونام یک مایه قرار داره که در دا اینج اینجا میبینید که این مال گیرنده های تعادله یادتان هست گفتیم مخچه یا دماغ اسقر محل حفظ تعادله خب گیرنده های او در کجا بود؟ گیرنده هایش بخش مجاری نیم دایره بود که اون مایه با حرکت دادن سر و یا چرخیدن اون مایه بخش مجاری نیم دایره حرکت میکنه و اون موجک های بنات تکان میخوره و پیام به مخچه میره و به مخچه که رفت ما او در واقع او پیام را درک میکنیم و صدا را ما و شما میشناسیم اما آخرین حسی را که امروز ما و شما یاد میگیریم زبان و یا حس زایقه هست اما آیا هر قسمت از زبان یک مزه خاص را درک می کنه یا متفاوت هست یا آخزه ها یا گیرنده های مزه ها در کجای زبان قرار داره این پای تخته برای شما نشان می خب این زبان هست در نوک زبان آخزه شیرینی را داریم یعنی مزه شیرینی مربوط به نوک زبان است انتهای زبان تلخی را داریم یعنی آخزه های تلخی دو طرف انتها ترشی و دو طرف نوک زبان شوری پس ما در سطح زبان مزه های شیرین رو با آخزه هایی که در نوک زبان هست درک می کنیم مزه های شور دو طرف نوک زبان در راست و چپ که گیراندهای های آخزه اونا اینجا قرار داره مزه تلخی را در انتهای زبان و ترشی ترشیر در دو طرفش یعنی در قسمت مرکز زبان ما اینجا هیچ مزه ای را احساس نمی کنیم. اما فراموش نکنیم مثلا اگر یک تک قندی را رو به روی زبان بگذاریم تا خشک ما هیچ مزه ای را احساس نمی کنیم زمانی که با لعاب و بزاق دهان ما و شما ای قند مرتوب میشه تر میشه خدا به گیرنده های چشایی در قسمت مربوطه خود میرسانه و ما مزه مختلف را از اونجا احساس و درک میکنیم حالا یک گیرنده های جدیدن یک گیرنده های دیگه هم در کتاب‌های علمی به نام امامی یعنی احساس در واقع لذت وجود داره که مربوط به قسمت مرکزی مایل به آخر زبان هست که اینها ما چیزهایی که میگیم خیلی لذیذ و بسیار خوشمزه هست را با اون قسمت از آخذه های زبانی خودمون پیامش درک میکنیم و به مغز میره و ما او را حس میکنیم خب شاگردای خوب انشالله که از درس امروز استفاده کرده باشید و لذت برده باشید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم انشالله که درستان خوب خوب بخوانید و یاد بگیرید خداوند یار و نگهدار شما